بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی این تصویر رو داشته باشید باش کار دارم احتمالا از حمله ایران به اسقاطیل با خبر شدید شیرینی میخواید پخش کنید رژه موتوری و خودرویی تو خیابون داشته باشید بپرید بالا بپرید پایین خلاصه کلی میخواید خوشحالی کنید اما این حمله موشکی و پهبادی که یک جهنمی رو برای ها درست کرده و الان میخوایم کلیپ های ازش ببینیم اگر البته قانون یوتیوب اجازه بده اگر نه که میتونید تلگرام و ایتا برید فیلم ها و اخبار دست اول رو ببینید که لینکشون زیر همین ویدیو هست لینک تمام شبکه ما زیر این ویدیو هست سوال چرا این حملات موشکی و پهبادی که جهنمی رو برای اسقاطیلی درست کرد از اصل قافلگیری استفاده نکرده دارم از چی صحبت میکنم به این وقتی طوفان الاقصا شروع میشه حماس در یک اقدام ضربتی اسقاطیلی ها رو قافلگیر میکنه اما ما چنین کاری نکردیم پهبادهایی فرستادیم از ایران که سه ساعت و نیم طول میکشه تا بیاد برسه به اسقاطیل میتونستیم خب با موشک بزنیم تازه با موشکایی زدیم که تقریبا میشه گفت که برای 7 8 سال قبل از موشکای جدید خبری نبود فقط یه دستگرمی بود با همین موشک ها چنان بلایی سرشون آوردیم که اون گنبد آهنینشون تبدیل به گنبد پلاستیکی شده بینید سامان های پدافندی اسقاطی رو انقدر گیت شدن همون چیزی که پیش کرده بودم گفتم که محور مقاومت به قدری موشک و راکت داره شلیک میکنه اولا داره خالی میشه خشابشون دوما فضا رو برای به هدف زدن موشک های ایرانی آماده میکنه قشنگ اینا سرگرم اونا شدن موشک های ایرانی خورده به هدف خب سوال اینجاست ما چرا از اصل قافلگیری استفاده نکردیم و یهو با موشک نزدیم سه ساعت و نیم اینا فرصت داشتن جمهوری اسلامی با این کار یه هدف داشت و اون هدف این بود که هیمنه پوشالی اسقاطیل رو در هم بشکنه و موفق شد یعنی چی؟ اینا روی هدافند هواییشون خیلی حساب میکردن رو بحث امنیتیشون خیلی حساب میکردن دیشب برقشون حک میشه برق از شمال تا جنوب سرزمین اشغالی خالی قطع میشه امنیتشون خدشدار میشه امنیت سایبریشون میره زیر سوال و بعد از حملات موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی تمام سامان های پدافندی اینها ها واج میمونن که چیکار بکنن کدومو بزنن اصلا و هر چقدر شلیک میکنن به موشکا نمیخوره حالا من یک کلیپش داخل تلگرام میذارم چون فکر میکنم اینجا اگر منتشر بکنیم یوتیوب ویدیو رو حذف بکنه توی کانال تلگرام و ایتا میذارم حتما ببینید به قدری موشک شلیک میشه یکی بعد از دیگری به اهداف میخوره یکی از جاهایی که زدیم و خیلی مهمه پایگاه هوایی نواتیم هست که دارید توی تصویر میبینید و اینجا هواپیماهای جنگیشون رو دارید که مستقر شدن و باز در اینجا روی باند دارید هواپیما ها رو میبینید آشیانه های پرواز رو دارید میبینید و سوله های زیادی که تعبیه شده اگر یه مقدار عقبتر بیاییم از مناطق مسکونی خبری نیست فرق ما با ها دقیقا همینه که ما جاهایی رو زدیم که غالبا نظامی ها اونجا بودن هرچند ما تمام ها رو نظامی میدونیم تنها منطقه که شاید چهار تا خونه دور برش دیده بشه تو این منطقه البته حوالی پایگاه هوایی نواتیم اینجا هست در جنوبی ترین نقطه که اصلا ما اینجا رو نزدیم یعنی همون قسمت بالایی رو زدیم که در واقع منجر به از مدار خارج شدن این پایگاه نواتیم شده این پایگاه نواتیم کجاست همون جایی هست که حمله به کنسولگری ایران از اینجا صورت گرفته این از مدار خارج شده حالا دستاوردهای های حمله ایران چی بود اولیش پاسخ به حمله به همین کنسولگری ایران بود که آقا اگر بزنید میخورید دوران بزن در رو تموم شده یه دونه بزنی ده تا میخوری اینکه که تا موشک و پهباد همزمان شلیک میشه این دستگرمیه فقط تو مرحله بعدی ممکنه 500 تا هزار تا برای همینه که آمریکایا ماستا رو کیسه کردن بایدن مستقیما به نتانیاهو گفته که ما دیگه حمایت نمی کنیم آه. یا وقت بخ... فکر نکنی علیه ایران ما به کمک میکنیم حمله چیزی انجام بدی هرچند این از خباست آمریکایی هاست آمریکایی ها اوزار و رو وخیم دیدن که این حرفو میزنن وگر نه اگر بتونن کوچکترین ضربه به ایران بزنن حتما خواهند کرد این اتفاق یه دستاورد دیگه هم داشت تقریبا میشه گفت بغض و خشم انباشته شده این 80 سال به نوعی بیرون زد چه از طرف ایران چه از کشورهای همسایه شما نگاه بکنید مردم منطقه همشون دارن خوشحالی میکنن در این اتفاق کشورهای مختلف عراق لبنان سوریه پاکستان ترکیه هر کسی که ذره وجدان داشته باشه از این اقدام جمهوری اسلامی خوشحال شده به خاطر اینکه یه اقدامی رو انجام داد که عزت و شرف و غیرت رو همه رو یک جا برگردوند و مردم از این خوشحالن از این به بعدم دنیا با ایران ما با احترام بیشتری رفتار خواهد کرد دیگه از موضع بالا به پایین صحبت نمیکنه تو برنامه دیشب گفتم اینا فهمیدن ایران چه جایگاهی داره متا با بایکوت و سانسور رسانه ای میخوان کمرنگش کنن تازه اینم چیه موشکای قدیمی ماست موشکای جدید اصلا فعلا هنوز شلیک نشده به سمت ها دست بعدی پاسخ به شبهاتی بود که تو فضای مجازی شما میدیدید دیگه تیم های عملیات روانی تو شبکه های مختلف تو فضای مجازی آره ایران ارزه نداره نمیزنه فقط لب و دهنه ایران زد بدم زد قلب مردم منطقه شاد شد خصوصا مردم غزه یک کلیپ هفت اومده بیرون از زمان حمله ایران به اسکاتیل فریادهای بغزالود الله اکبر مردم غزه قشنگ به گوش میخوره هفت دقیقه خورده یک کلیپش یکی یکی موشکا پهبادا میان برخورد میکنن اصابت میکنن اینا فریاد الله اکبر سر میدن مردم غزه هم خوشحال شدن محور مقاومت روحیه گرفت دستاورد بعدی این حمله اینه محور مقاومت که شیش ماهه به هر حال اجدار و مریض داره برخورد میکنه با اسقاطیلیا الان تو این موزه روحیه گرفت حتی خود مردم غزه هم روحیه گرفتن در این شرایط بحرانی که دارن مواد غذایی بهشون نمیرسه آب نمیرسه دارو نمیرسه تحت فشارن حملاتی هست دیشب اولین شهی بود که غزه شهید نداده چرا چون اسکاتیلیا جوری در هم پیچیدن جهنمی براشون درست شد که اصلا حواسشون دیگه به غزه نبود غزه فراموش شد مردم غزه از این به بعد با استقامت شجاعت صلابت و غیرت بیشتری مقابل اسقاطیلیا میستن هیمنه hey پوشالی اسقاطیلی ها در هم شکست کشورهای منطقه ماستا رو کیسه خواهند کرد عربستان سقوطی پیام داده که طرفین رو به کاهش تنش ها دعوت میکنم خیشتنداری داشته باشید اینها چطور اون موقعی که گاو شیرده بودی نفت میفروختی پول میدادی سلاح میخریدی برای مقابله با ایران به زم خودت دیگه فکر میکردی ایران دشمن توست باید مقابلش بیستم اما این رو نفهمیدی که ایران خودش تولید کننده سلاح نه وارد کننده اینکه دنبال عادی سازی روابط با اسقاطیل بودی الان فهمیدی چند چندی؟ الان متوجه شدی حیمن پوشالی اسقاطیل یعنی چی؟ نکته جالب ماجرا اینه در حمله ایران به اسکاتیل تقریبا ده تا کشور تلاش میکنن با پدافند خودشون جلو این حمله رو بگیرن اما هیچ کدوم موفق نمیشن و این دستاورد بزرگی برای ما آبرو حیثیت برای اسقاطیلیا نموند آبرو حیثیت که نداشتن اگر تتمه چیزی اعتباری برای خودشون مثلا کسب کرده بودن با این عنوان که ما ارتش مثلا سوم و چهارم و پنجم دنیا هستیم یا مثلا امنیت پایداری داریم یا سایبریمون خیلی قویه اینا اینجا کلا بی حیثیت شدن دیگه دنیا روی اینها اونجوری که میخواستن القا کنن حساب نمیکنه نکته‌ای که در این حملات وجود داره کارشناسان اینتر جلوی دوربین ظاهر شدن از کردند که جمهوری اسلامی خوب زد خیلی هم عالی به اهدافش اصابت کرد حیرت زده شدن از این حجم حمله که اسقاطیلی ها نتونستن در برابرش پاسخی بدن آیا پیروزی از این بالاتر؟ حالا در ساعت آینده اسقاطیلی شروع میکنن به عراجیف گفتن که بله آقا درد نداشت چیزی نبود چهار تا موشک زدن به بیابون خورد و فلان شد و بیسار شد در صورتی که اولا پایگاه نباتیم شما از کار افتاد دوما مناطق حساسی از شما زده شده که صداش بعدا در میاد فعلا علل حساب به مجروح شدن دوازده نفر اشاره کردم ببین نباتیم که میگیم اینجاست همه بیابونه همش بیابونه فقط چند تا باند پرواز داره چند تا سوله داره چند تا آشیان پرواز و سلام هیچ چیزی اینجا نیست منطقه مسکونی و بیمارستان و مدرسه و اینا نیست که بگید غیر نظامی زدید و فلان زدید نه این دوازده مجروحی که خودتون فعلا اعتراف کردید از کجا در اومده از دل حمله به همینجا همین پایگاه هوایی که دارید میبینید تازه وقتی اسقاطیلیا میگن دوازده نفر شما ضبط داره ده باید بکنی بارها و بارها اثبات کردیم که اینها دروغ میگن اینا حقیقت رو نمیگن جهنمی که از دیشب برای اینها درست کردیم باعث شد که نتانیاهو و زنش برن در یک ساختمون آمریکایی که به خودشون خیلی مستحکم و پناهگاه امنی داره قایم بشن چی شد اون هارت و هایی که میکردید ایران رو تهدید به حمله اتمی میکردید خب بسم الله بزنید دیگه چرا موندید مگه دستتون رو ماشه نبود بزنید بسم الله چرا نمیتونید بزنید چرا چند ماه یه عده ایرانی ها رو از اتم ها ترسوندن پس اتماشون کو امروز یکی از روزهای سخت اسقاطیلی هاست برای فرار از اسقاطیل پیشبینی شده از فرودگاه بنگوریون 55000 هزار نفر امروز بزنن به چاک چون دیشب آسمان سرزمین های اشغالی رو کلیر کرده بودن امروز که حمله اتفاق افتاده یه مقدار شاید احتیاط بکنن اما اگر در ساعات آینده این کلیر برداشته بشه پروازها مجدد راهاندازی بشه قطعا خیلی از اسقاطیلیا فرار خواهند کرد چون یه عمری به اینها گفتن که سرزمین و موعود است امن است بیایید اینجا تابعیت دوم و سوم بهشون دادن که اینجا رو فضا رو اشغال بکنن پر کنن جمعیت زیاد اینجا باشه که بگم بله این کشور کشور اسقاطیل است اما مادر مردان نمیدونستن که اینجا سرزمین های اشغالی قصبی امنیت پایداری وجود نداره این اولین حمله در هشتاد سال گذشته است که اسقاطیلی ها رو بیچاره کرده نمیدونن چی کار بکنن را وظیفه تک تک ماست که این جشن ملی رو به نه احسن انجام بدیم 26 فروردین به نظر من پیشنهاد میکنم که توی تقویم روز تربیت اسقاطیل نامگذاری بشه این در تاریخ ماند این حمله ایران به اسقاطیل در تاریخ ثبت شد دیشب یه از مردم ریختن تو خیابون که اگر باشون صحبت کنی شاید در ظاهر با جمهوری اسلامی هم مخالف باشن ها. اما این ضربه اساسی سپاه به اسکاتیلی ها همه رو به وجد برده کیف میکنن مردم تا صبح نخوابیدن چقدر پیام توی تلگرام و ایتام آده و مثلا فرصت نشد جواب بدم در نهایت مثلا یه سلام علیکم ارادت همین پیام ها رو خوندم و اما فرصت نبود جواب بدم این یعنی چی؟ یعنی ما تونستیم پدر اسکاتیل رو در بیاری. و این بسیار بسیار خوشحال کننده است من خوشحالم که این اتفاق افتاد و امیدوارم که اسخاطیلیا تربیت شده باشن حالا شاید تو برنامه بعدی به واکنش احتمالی اسخاطیلیا هم پاسخ بدم و توضیح بدم که بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون